سلام، ساخت پارت و پروژه منتجی مکانیک در عناصر اینونتور به صورت پایه برای رشتههای مکانیک جامدات و زیرمجموعههاش ساخته شده و اصل قابلیتها و کاربردش در حقیقت توی این فیلم هست. ولی خب به دلیل قابلیتهایی که داره تا میتونی توی کارهای دیگر هم ازش استفاده بکنی. ببینید تو فیلد مکانیک چه امکاناتی در اختیار اون میذاره. در حقیقت تو فیلد مکانیک قابلیت هایی که نرم افزار داره بسیار بسیار زیاد هست. در مثال چه تو قسمت مدل سازی که قابلیت های خیلی خوبی داره برای ساخت مدل های پیچیده از اجزای صنعتی، برای مثال این کار یک رینگ چرخ ماشین ببینید به چه صورت ساخته شده، یا اجزای دیگری مثل این گلدون که سوت بسیار پیچیده داره و به لحاظ سطح‌بندی خیلی خاص هست. خیلی راحت مدل های پیچیده سطح دار رو براتون میسازه. داخل این مدل ها میشه گفت ایران چنانی نداره بماند که باید نقطه رو هم بگیم با نرم افزار مثل کودی زمینه مدل سازی سطور یا با نرم افزار مثل کتیا اون قسمتی که فری فرم دیزاین داره کتیا یا جنراتیو شیپ داره کتیا قابل قیاس نیسته و اونها یه خود دست بالاتر رو دارن میشه گفت اون فیلم اونقدر ها نمیتونه فعالیت بکنه. ولی خب تو ساخت پارت های این خیلی باید عمل میکنم باید از ورژن 2013 به بالا یه سری قابلیت های ساخت مدل های صنعتی با سوت پیچیده تو نرم افزار گذاشتن که با استفاده از نرم افزار الیانس را میتونید کار رو کامل بکنید و نرم افزار اینونتور فیوژن که قابلیت های توی نرم افزار انتقال داده شده بهتون کمک میکنه که مدل های پیچیده صنعتی رو هم بسازید. مدل دیگری که من براتون آماده کردم پری شرکت ایران رادیاتور از پری رادیات که میتونید ببینید به چه صورت این پری مدل شده. البته من فیچرهاش رو از بین بردم تو این کار، ولی با استفاده از این مدل اولیه یک سری قالب برای ساخت این پره ها تولید شده و قالب ها رو توی دستگاه دایکست رو به آمریکا استفاده کردم. کارم که سال 84 میتونید هستش. اینجا شما میتونید مدل یک ظرف میوه رو ببینید. مدل های از این تیپ الان زیاد ساخته میشه برای استفاده تو پرینتر های سه‌بعدی. خیلی راحت میتونه این کار رو براتون انجام بده، یک الگوی این خیلی براتون در بیاره و خب به راحتی شما میتونید در این مدل توی پرینتر سه‌بعدی استفاده کنید و مدل خودتون رو ثبت کنید. نکته ای که این نرم افزار داره رابط کاربری این نرم افزار هسته، به این خاطر که محصول شرکت اتودسک که بسیاری از دستورات به لحاظ روند اجرا شکل آیکان شبیه به نرم افزاری مثل کت هسته اصلا و خیلی راحت کاربری که با کت کار کرده با این نرم افزار ارتباط برقرار میکنه، کاربری که با میکانیکال دسکتاپ کار کرده به راحتی با این نرم افزار ارتباط برقرار میکنه. دستورات خیلی راحت و سریع اجرا میشن و نیاز به پیچ و خمهایی که نرم افزاری مثل کتیا داره طی کردن پیچ و خمهایی که نرم افزاری مثل کتیا داره توی نرم افزار نداری. و میشه گفت واقعا میتونید مدل هایی رو که با نرم افزار کتیا و اصلا توی یک ساعتی میسازید توی این نرم افزار با تایم یک بوده و اصلا 30 دقیقه 25 دقیقه کار بکنید. بماند که توی قسمت کتاب خونه قطعات استاندارد واقعا یکی از برترین های بازار است و نیاز به خرید میبینید هم کتاب خونه یا چیزهای چلی یا دانلود کتاب خونه از یک سایت به خصوص نداره. تموم اون کتاب خونه ها رو بشترده
خودکار و باید توی خودش بمونده. مدل دیگری که میبینید مدل یک گوشی P910 است که خب اگر درست یادم باشه کار مربوط به سال 86 یا 87 میبینید هستید. میتونید ببینید که تمامی اجزای مدل گوشی کار شده، مدل سطح بدنش و پوست سبزی که تو قسمت بالا و پایین داریم و خب پنل این کار هم اگر که درست یادم باشه باز میشد که من سعی میکنم یک نیکی میدم اگر که درست باز میشه فرد باز شد واقعا یادم نیست که مدل دیگری که اینجا براتون آماده کردم مدل یک گوشی P990 گوشی بعدی خودم من شایدم لاغه دارم به این که بخوام محیط اطراف خودم رو و عکسایی که باشون سر کار دارم عکسایی که باشون سر کار دارم رو مدل رو کنم یه مدل گوشی P990 که میبینید به این صورت ساخته شده در به این گوشی ما باز رو بسته میشه و در به باز رو بسته میکنیم در این صورت بسته همون سطور بدنش کامل با این نرم افزار مدل شده جزئیاتی که روی بدن این کارمون دید داره شمال دوربین هستش کیبورد این گوشی جزئیاتی که توی این قسمت دارید برای اینکه بخواید مثلا شما رو بر فانلایت بکنید مید بکش و اجزای دیگر مثلا مثل این قلم همه این ها داخل این نرمت ها مدل شدن و به این صورت که شما میبینید بله پارت دیگری که براتون در نظر گرفتم یک پارت دستگاه زیمنس هستی و میتونید ببینید که به چه صورت این پارت مدل شده یک از پارت های باز تو کار من زندگی من هستید بخاطر که این پارت رو برای المپیاد مهارت مرحله انتخاب کشوری کار کردیم کل زمانی که برای ترسیم این پارت صرف شد تقریبا ترسیم دریافت نقشه ها ساخت مدل اصلی این پارت اگر درست یادم باشه 8 ساعت بوده و خب پارت حجیم بود برای تا 8 ساعت رو به نقشه یک رو ابتدا به کار بخونید درد بکنید و بعد اون دو مدلش بکنید و بعد در یک به نقشه داشته باشید از بود به حالت یه بعضی از این ساعت داشته باشید مدل دیگری که براتون آماده کردم مدل یک هارد دیسک کامپیوتر هستش که میتونید ببینید به چه صورت با جزئیات نرم‌افزار کار شده تمام اجزای این هارد دیسک شامل جزئیات فایل بالا و بدن پایین بدن بالا و دیسک هایی که داخلش وجود داره رو من مدل کردم و راحت نرم افزار قابلیت داره که این کار رو براتون انجام بده جزئیات که داخل خود هارد دیسک هستش و خب مدل بعدی مدل یک کوره ذوب هستش که برای شرکت ایران رادیوتور رو کار کردیم کوره ذوبی که نیاز داشتن آجل های نسل رو از یک شرکت تو اسفان خرید رو کرد و کوره رو مونتاژ کردیم قبل از اینکه بخوایم آجل ها رو تعیین کنیم و سایز آجل ها رو به یکی آدم هستش به شرکت اسفانی دادیم برای اینکه بخواد با کوره همکاری داشته باشه سایز این آجل و مدل بعدی یک پارت ساده مثل کیبورد مدل بعدی مدل یک تاب هستش که البته این رو من باید دسته اسکلت و فلزی میذاشتم ولی خب ندیدم که بخوام اونجا بذارم توی اسکلت های این چینی خیلی راحت میتونه براتون کل اجزا رو با ریز جزئیات مدل بکنه و بعد لیست بیلا فنچرال بهتون بده برای خرید کردن و اصلا پروف
کلیپ ها. اینکه دوید که من چطور توی نرم افزار اتصالات رو در آوردم و اون کار رو با هم مونتاژ کردم از نحوه تاپ بردن کار خودم و سبز سبوش اطلاع پیدا کردم. نکته بعدی هستش کل تاپ به صورت پارامتریک، یعنی هر قسمت از تاپ رو که شما بخواهید تغییر بدید و کل جزئیات تاپتون تغییر خواهد. مدل دیگری که اینجا براتون آماده کردم مدل یک گیر باکس هستش، یک گیر باکسی که به صورت فیلتر و بسیار مهم هستش که من چندین بار با نرم افزار مثل کد توی گرده بودم این رو مدل بسازم. خیلی درگیر پارت‌های استاندارد این گیر باکس می‌شدم و پارت‌های استانداردش واقعا مشکل ساز می‌شد برای من تو روند مدل سازی، ولی توی این نرم افزار من فقط و فقط و فقط پوسته گیر باکس رو ساختم، دقیقاً این پارت رو و مابقی اجزا رو خود نرم افزار برام کار کرده. دقیقاً با استفاده از فضای دیزاین اکسلراتور من این امکان رو دارم که انواع چرخ‌دنده‌ها رو بسازم، انواع شفت‌ها رو بسازم، انواع مثلا بادمک‌ها، اوینگ‌ها، کارها، انواع پولی‌ها رو کامل کار بکنم و یک مجموعه منتجی مکانیک رو خیلی راحت و سریع تو این نرم افزار به ثمر برسونم که مجموعش به این صورت بر من کار شده. فضای کانتنت سنتر رو دارم توی نرم افزار که تمام این پارت ها رو بهم میده. در حقیقت شما توی کانتنت سنتر تون شب پارت ها رو داشته باشید که شامل انواع برینگ ها میشن، بول برینگ ها، رول برینگ ها، شبه بوش های داخلی و رول برینگ های این چینی، همه رو هم بر اساس استاندارد های موجود توی بازار براتون ایجاد میکنه و چیزی رو از خودش این نرم افزار نداره، همه بر اساس استاندارد ها بهتون داده میشه و اگه پارت استاندارد که تو بازار میشه تهیه کرده پیش توی نرم افزار وجود داره، شما میتونید ازش استفاده کنید بدون اینکه به این فکر کنید که خب باید این پارت رو من مدل بکنم به صورت دستی یا کار خودم بذارم. زمان ساخت پروژه اینچنین واقعا پایین میاره و پیشرفت ما رو خیلی خیلی بالاتر میبره. یک دیوکس دیگر هم که اینجا هستش و باز با استفاده از پارت استانداردی نرم افزار بسته شده به من یک سری از پارت ها به این خاطر که فایل پرو قدیمی هستش و کتابخونه هاش رو درست سیوگن گرفتن به موجود نیست، ولی خب این قابلیت رو داره که ارزم که بخواهم پارت هایی که جا موندن رو ریپلیس برم کانتنت سنتر بکنم و پارت هم رو دوباره بازیابی بکنم و روی مجموع منتجی خودم اونها رو داشته باشم. این بود تمام مثال هایی که من میخواستم بهتون نشون بدم تو قسمت ساخت مجموع منتجی مکانیک، ساخت پارت ها و مجموع منتجی. موفق باشید.